خب در مورد این دو تا تب توی قسمت قبل توضیح دادم خدمتتون، اما توی این تب لاگینگ شاید براتون سوال پیش اومده باشه که این چهار تا آیکونی که این زیرن چی کار میکنن؟ لاگ کلیپ، کلیپ و بچ چی هست؟ در ضمن این مارکر هم هست که در موردش یه توضیح کوتاهی حتما خدمتتون میدم. شاید شما نخواین از طریق کپچر ناو کپچر بکنید، یعنی از اینجا پلی بکنید و ناو رو بزنید. ممکنه شما بخواید مثلا از این لحظه این فیلم رو کپچر بکنید تا یه لحظه خاص دیگه. برای این کار من اول این پوینت رو میزنم. اگر کار تدوین کرده باشید حتما با این پوینت و آوت پوینت آشنا هستید. من با زدن این آیکون بهش میگم که شروع این تصویر اینجاست. پلی رو میزنم. البته اجازه بدید من بگم مثلا شروعش اینجاست. آی در واقع همون کار رو انجام میده. آی زدن آی در واقع مثل زدن این پوینته. پلی رو میزنم. و به طور مثال بهش میگم که لحظه پایانش اینجاست. آوت پوینت یا همون او رو میزنم. همونجور که شما اینجا میبینید میزنه شروع من 4 ثانیه و 23 فریمه و پایان من 13 ثانیه و 12 فریم. اگر من الان کلیپ رو بزنم به جای کپچر نا، همونطور که شما میبینید اول از من یه اسم میخواد. من اسمش رو میذارم مثلا فیلمینگ 1 و بیهایند سینز. اوکی رو میزنم. تیپ من رو میبره عقب تا به قبل اون لحظه برسه که شروع من بوده. یه مقدار شاید اینجا ما دیرتر این اتفاق رو ببینیم، ولی در هر صورت این اتفاق میفته. یعنی الان تیپ رو میبره عقب تا لحظه که قرار این شروع ما باشه، شروع میکنه به کپچر کردن و تا پایان اونجا که ما واسش تعیین کردیم این کار رو ادامه میده. توی اون فولدری که واسش تعیین کردیم به عنوان set logging bin این فولدر رو میذاره، به اون اسمی سیوش میکنه که شما توی اینجا واسش تعیین کردیم موقع کپچر. خب همونطور که دیدید از طریق دادن یک این پوینت و یه آوت پوینت میشه کپچر کلیپ انجام داد. یعنی بگین این کلیپ رو بر من کپچر کن. اما شاید شما بخواید 10 قسمت مختلف از یک کار رو کپچر بکنید. خب شاید اینطوری اینی که بخواید دونه بدونه این کار رو بکنید خیلی براتون کار آزاردهنده باشه. برای این کار ما چی کار میتونیم بکنیم؟ شما پلی رو میزنید. مثلا من حس میکنم که اینجا جای خوبیه برای اینکه شروع بعدی من باشه. این پوینت رو میزنم. میرم جلوتر. مثلا میزنم تا اینجا. این بار به جای اینکه کلیپ رو بزنم لاگ کلیپ رو میزنم. اتفاقی که میفته این بار دیگه کپچر نمیکنه. یه کار دیگه انجام میده که من الان خدمتتون میگم. اسمش اینجا میزنه مثلا فیلمینگ 2. من میزنم مثلا به جای اسمش من میزنم یا همون فیلمینگ 2 خوبه. لاگ نوتش رو من میزنم دایرکتور crossing frame که کارگردان از جلوی ما رد شد. خب اوکی رو من میزنم و هیچ اتفاقی نمیفته. این بار کپچر که نکرد هیچی. روی این فایلی هم که اینجا قرار داد یه خط قرمز کشید. علتش چیه؟ اگر من یکی دو بار دیگه این کار بکنم با هم علتش رو میبینیم. یه مقدار من میذارم جلوتر بره. توی درس‌های آینده حتما خواهیم دید، ولی اینجا من فقط خیلی به اختصار خدمتتون بگم که زدن J, K و L روی کیبوردتون پلی، ریوایند و فوروارد هستن. یعنی به طور مثال اگه من میخوام استاپ کنم K رو میزنم، این پوینت هم رو وارد میکنم، اسپیس رو میزنم که پلی بشه. اگر بخوام به سرعت بیشتری جلو بره L رو میزنم. اگر بخوام با سرعت دو برابر جلو بره یه بار دیگه L رو میزنم. و مثلا از این لحظه خوشم میاد اینجا رو انتخاب میکنم برای شروع کار، یه ذره جلوتر برای
اینجا مثلا پایان این کلیپ او رو میزنم، همطور که شما میبینید از ثانیه 56 تا 1 دقیقه و 1 ثانیه لاک کلیپ رو میزنم، اسم یک رو میذارم مثلا همون بیهایند فیلمینگ 3 با توضیح بلو سکرین، انتر رو میزنم، یک بار دیگه این کار تکرار میکنم، مثلا اینجا آی رو میزنم، یه ذره جلوتر میرم او رو میزنم، لاک کلیپ این دفعه مثلا میزنم بوی لوکس، انتر و حالا یه مقدار جلوتر. خب اینجا آی رو میزنم و بازی مقدار میرم جلوتر، او رو میزنم و اسم یکی رو میذارم، لاک کلیپ میکنم، پروژکتور تو بوی. خب حالا همونطور که شما اینجا دیدید یک سری فایل بر من اینجا گذاشته که کپچر نشدن و یه خط قرمز هم روشون دارن. این خط قرمز معناش اینه که این فایل توش خالیه، یعنی در واقع چیزی توی این فایل وجود نداره. حالا شما ممکنه تصور بکنید که خب ما این پوینت رو زدیم، آوت پوینت رو زدیم، لاک کلیپ کردیم و ولی کپچر نشد، خب حالا چیکار باید کرد؟ شما هم میتونید این فایل ها رو از اینجا انتخاب بکنید، بیاید به منوی فایل بچ کپچر رو بزنید، یعنی اگر من حتی پنجره کپچر هم بسته باشه، اجازه بدید پنجره کپچر رو ببندم تا یه اتفاق بامزه تری هم با هم ببینیم. من این فایل ها رو از اینجا انتخاب میکنم، میام توی بچ کپچر، از من میپرسه که همه اونهایی رو که انتخاب کردی میخوای کپچر کنی؟ طبیعتا من میخوام کپچر بشه. Use log clip setting یعنی تنظیماتی که قبلا اینجا بوده رو استفاده کن. هندل یه چیز جالبیه، شما اگر اینجا مثلا بزنین 10 فریم هندل، به نرم افزار میگه که از 10 فریم قبل و بعد از این کلیپ ها کپچر کن، یعنی اونجایی که شما برای شروع اینجا انتخاب کرده بودید توی این کلیپ 10 فریم قبل تر میره شروع میکنه به کپچر، و وقتی پایانی که در واقع شما پایانی که اینجا انتخاب کرده بودید رو به عنوان پایان در نظر نمیگیره و 10 فریم هم اضافه تر کپچر میکنه. اگر کامل مطمئن نیستید نسبت به کاتی که میخواید بدید، یه خورده بیشتر کپچر کنید، مثلا اینجا بهش بگید که 1 ثانیه رو برای من کپچر کن. نحوه تقسیم بندی هم همونطور که قبلا گفتم دوتا است، مثلا 1 دقیقه و 2 صفر میشه 2 ثانیه، 0 1 این الان معنیش اینه که 1 دقیقه و 0 ثانیه و 1 فریم برای من اضافه کپچر کن. خب من اینجا هندل رو چون نمیخوام آف میکنم. میگه با چه تنظیمی میخوای کپچر بشه، دی وی پال با صدای 48 کیلوهرتز تنظیم مورد نظر منه، من اوکی میکنم. به محض اینکه اوکی بکنم میگه فیلم استودیو رو وارد تیپ بکنید. اگر خاطرتون باشه توی درس قبل من خدمتتون گفتم که خیلی خیلی به نفعتونه که شما دقیقا با همون اسمهایی که روی نوارتون یادداشت کردید اینجا کپچر بکنید، اگر تعداد نوارهاتون البته زیاده. همونطور که شما اینجا میبینید به من میگه نوار استودیو رو وارد دستگاه بکن و هر وقت وارد تیپش کردی کانتینیو رو بزن. من چون قبلا گذاشتم این نوار رو کانتینیو رو میزنم و اگر ما یه مقدار اینجا سب بکنیم روی اون تیپ دنبال اون جاهایی میگرده که باید کپچر بشه و از اون پایین ترین زمان یا در واقع از فیلمینگ 2 شروع میکنه کپچر کردن تا فیلمینگ 5. اگر یه مقدار ما بیشتر صبر بکنیم شاید این اتفاق بیفته. علت این که شما میدید الان تأخیر اینجا یه مقدار زیاده به دلیل اینکه من از تیپ استفاده نمی کنم. این تأخیری که شما اینجا میبینید در واقع به دوربین مربوط میشه نه به فاینال کات. هد دوربین ها یا موتوری که دارن
ممکنه سرعتش یه مقدار کم باشه و این اتفاقی که شما اینجا میبینید یه مقدار طول میکشه تا بیاد به لحظه کپچر برسه، طولانی بشه. ولی این مسئله به هیچ وجه مربوط به فاناکات نیست و کاملا یه مسئله یه که به دوربین مربوط میشه. اگر شما از تیپ دیوی استفاده بکنید این اتفاق خیلی سریعتر میشه، یا هر دیوایسی که موتور سریعتری داشته باشه. همونطور که شما اینجا دیدید تیکه اول رو برای من کپچر کرد، داره میره سراغ تیکه دوم. اگر ما با هم ببینیم اینجا تیکه دوم رو هم کپچر میکنه. بله، ما از سراغ استودیو و فیلم سوم. این کار برای زمانی که شما میخواید دوربینتون رو، حالا یا دکتون رو بذارید از اولش اون جاهایی رو که میخواید، چون ممکنه شما مثلا 60 دقیقه فیلم گرفته باشید ولی از این 60 دقیقه فقط 10 دقیقهش رو نیاز داشته باشید و بخواید کپچر بکنید. این کار برای انتخاب کردن اون 10 دقیقه و اینی که شما تیپ رو بذارید توش و خودش دونه دونه اینا رو کپچر بکنه روش بسیار مناسبیه و توی شبکه های تلویزیونی آمریکایی و اروپایی توی خیلی از جاهای دنیا عموما کار تدوینی که انجام میشه با همین روش هست و معمولا از لاگ اند کپچر استفاده میکنن. همونطور که شما اینجا میبینید قسمت سوم کلیپ من رو داشت کپچر میکرد و البته قسمت چهارمش بود. وقتی تموم میشه به شما این پیغام میده دان، که در واقع توی انگلیسی به معنی همون تمام شده، انجام شده، و فینیشت رو شما میزنید. همونطور که شما دیدید پنجره کپچر من بسته شد و همه این فیلم ها رو کپچر کرد و برای من توی هاردم گذاشت. همونطور که من توی درس قبل، البته توی دو تا درس قبل گفتم، اینجا میاد برای ما توی اون فولدری میذاره که ما توی هاردم براش تعیین کردیم، توی فاینال کات مدیا و کپچر اسکرچ. همونجور که شما اینجا میبینید دقیقا با همون اسم برای من کپچر کرده و اینجا قرار داده. بعضی وقتا استادا رو یادشون میره چیزایی که خودشون میگن رعایت بکنن. این قانون در مورد من کاملا صدق میکنه. راستش رو بخواید من میخواستم خدمتتون بگم که حتما پروژهتون رو قبل از کپچر سیو بکنید که این اتفاق نیفته، اما یادم رفت خودم این مسئله رو خدمتتون بگم. همونطور که شما اینجا میبینید نوشته آنتایتل پروژکت 1، آنتایتل پروژکت 2. اگر من اینجا اسم تعیین کرده بودم برای پروژه‌ام و با یه اسم اون رو سیو کرده بودم این اتفاق دیگه نمی‌افتاد و اینجا مثلا فولدر پشت صحنه بود، یعنی در واقع پروژه مثلا پشت صحنه بود با این فیلم‌هایی که توشه. این اسم فولدری که شما می‌بینید آنتایتلد هست، دقیقا به اسم همین چیزیه که شما در واقع این بالا می‌بینید و سیو اسم پروژه شماست. توی فاینال کات ما در واقع توی پنجره بچ کپچر اون چیزی که اینجا به عنوان بچ میبینیم دقیقا همون چیزی که شما چند لحظه قبل دید. اینی که شما فایل هایی که اینجا دارید و آفلاین هستن، این فایل هایی که دیدید یک خط قرمز کوچولو روشون دارن بهشون میگن آفلاین توی فاینال کات، به این معنا که این فایل اطلاعات تصویری و صوتی توش وجود نداره. اینی که شما این فایل ها رو انتخاب کنید بیاید توی فایل بچ کپچر رو بزنید یا اینکه شما اینجا بچ رو بزنید هیچ تفاوتی نداره و در واقع عملا یک کار انجام میشه. خب در مورد لاگ کلیپ، کلیپ کپچر نا و بچ به صورت کامل توضیح دادیم و صحبت کردیم. در مورد اطلاعاتی هم که شما باید اینجا وارد بکنید هم به همین صورت و همچنین لاگینگ بین. روش کپچری که من اینجا خدمتتون توضیح دادم روش کپچر توسط دیجیتال کنترل، یعنی شما از اینجا همونطور که قبلا گفتم میتونید پلی رو بزنید، دوربینتون مثلا پلی میشه، استاپ رو بزنید استاپ میشه و الی آخر، و میتونید لاگ کلیپ انجام بدید، کپچر کلیپ انجام بدید و کپچر نا. اما یک روش کپچر دیگه هم وجود داره که اون رو توی درس بعد با هم میبینیم.